سلام، اینجا استدیوی دیداره و من حامد شجاعی در تنگنا میزبان جناب آقای حسن اسدی زیدآبادی هستم. آقای اسدی به تنگنا خوش آمدید. متشکرم و سلام میکنم خدمت شما و بعد مخاطبین شما. تشکر میکنم از اینکه این فرصت در اختیار من قرار گرفت و مجالی است برای گفتگو. امیدوارم که گفتگوی مفیدی داشته باشه. انشاءالله. آقای اسدی، آینده ایران رو چطور میبینید؟ با سخت‌ترین سوال شروع کردید. ببینید، اگر آدم بخواد آینده رو پیش بینی کنه بر اساس آن چیزی که الان هست، من فکر میکنم که همیشه دو تا مسیر، یعنی وقت به ویژه در مورد جامعه ایران، همیشه یک نشونه های از امیدواری و یک نشونه های از ناامیدی هست. یعنی نشونه های هست که آدم میتونه به اون نگاه بکنه برای امیدواری. مثلا در مورد ایران به نظرم علارغم اینی که تو سالهای اخیر خب ما نیروی انسانیمون رو خیلی از دست دادیم به واسطه مهاجرت و به واسطه گزینش ها و رد صلاحیت ها و در همه حوزه های سیاسی دانشگاهی اینها، خب خیلی از ذهن های خلاق، افراد باسواد کنار گذاشته شدن. اما در مجموع وقتی به طور کلان آدم نگاه میکنه، تعداد دانش آموخته ها، تعداد دانشجوها، ارتباطی که مردم تو شبکه های مجازی با هم دیگه دارن، نوع آگاهی هایی که وجود داره، خب اینا نمونه های در واقع نشونه های مثبتی هست برای اینکه آدم بگه خب بالاخره این جامعه به این سمت داره میره و اینها پتانسیل های هست. بعضی از زیرساخت هایی که در کشور هست و این شاید تجربه هایی که انجام دادیم و در واقع ملت ایران پشت سر گذاشته که شاید این شانس رو به ما بده که تجربه هایی رو دیگه تکرار نکنیم، اینا خب در واقع نطفه هایی برای امیدواریه. اما واقعیت اینه که به نظر من هرچی که داریم جلوتر میریم این نشونه ها وزنش و نسبتش نسبت به اون علامت هایی که نگران کننده است داره کم رنگ تر میشه، سبک تر میشه این طرف ترس. بنابراین خب زیاد گفته شده که ایران چه بحران هایی داره، بحران های متعددی ما مواجه هستیم، به ویژه حتی در مورد همین چیزایی که تا چند وقت پیش به عنوان نکات مثبت ما میدیدیم. شاید مثلا ایران تو شاخصهای توسعه انسانی بحث سلامت، بحث آموزش درش تا یک دهه پیش خب نکات مثبتی داشت نسبت به منطقه، نسبت به سطح خودش. اما الان در همینا ما دچار مشکل شدیم، یعنی میبینیم که وضعیت بهداشت و نظام سلامت ما داره به سمت نامناسبی پیش میره. از مسائل زیست محیطی شما مطلعید که چه وضعیتی داریم. نظام آموزشی ما، شما با همین اخباری که همین روزا میشنوید دیگه، وضعیت معلم ها، نوع جذب معلم های جدید، سختگیری هایی که هست یا اون تنگ نظری هایی که هست، این شکاف عظیمی که بین در واقع دانش آموز و نهاد مدرسه وجود داره، کارهایی که نشده تو این حوزه و طبیعی هم هست. یعنی وقتی که کشوری سالهای سال هست که الان دو ده هست دیگه حداقل که ما اقتصاد اون همش داره کوچیک‌تر میشه، به جز یه دوره حالا شاید برجام، هی دائما داریم کوچیک‌تر میشیم دیگه. وقتی خب کوچیک‌تر میشه از این جور چیزا زده میشه دیگه، از چیزایی که میتونه امید برای آینده ایجاد بکنه. خب آدم چیزایی که میشنوه در مورد این که زیرساخت ها چه بحران هایی در انتظارش هست، نظام مالی ما چه بحران هایی در انتظارش هست، نظام یعنی در واقع مدیریت انرژی در آینده چه بحران هایی خواهد داشت که نشونه هاش هم الان میبینیم، اینها خب بالاخره خیلی دیگه اون وقت نگران کننده میشه. ببینید، مسئله اینه که بحران همیشه هست، مسئله هست،
هر کشوری و هر جامعه قاعدتاً مقداری ارزش نداره، اما باید دید که آیا اراده‌ای و قابلیتی برای اینکه این بحران‌ها مدیریت بشه و به سمت حل شدن و حل و فصل شدن بره هم وجود داره. این خودش ابر بحرانه به نظر من. یعنی ما اینجا مشکل داریم، این که دولتی داریم که یعنی حاکمیت، دولت به معنای کلانش، که سراغ بحران ها نمیره. دلایل مختلفی داره، یعنی اساسا بحران رو فقط اون چیزی میبینه که به سمت خودش میاد، یعنی اقتدار خودش رو ممکنه که تهدید بکنه، یا به طور سادهش همین اعتراضات و اون چیزی که خود نظام سیاسی رو مورد هدف و اعتراض قرار میده، اونها رو به عنوان بحران قرار میده، اون چیزایی که جنبه اجتماعی این شکلی داره. ولی خب چیزی که اگر سمت خودش نیاد کاملا این آمادگی رو داره که به راحتی از کنارش بگذره، و دلیلش هم عمدتا ناکارآمدیه. یعنی این ساختاریه که شما میبینید. خب این همه به قول معروف دفتر و دستک مثلا در زمینه کشاورزی ما داریم، شما برو از کشاورزی بگیریم، مثلا ما فکر میکنم اداره کشاورزی در همه جا داریم، این دیگه در دور افتاده تایی واقعا از نظر ساختار مشکلی نداره، اما میبینیم هر کسی که میاد همون حرفایی میزنه که قبلا میزنه، همون مشکلات رو بهش اشاره میکنه، ما میخوایم این کار رو بکنیم. وقتی میریم واقعا به این مسئله رسیدگی نمیشه به مسئله اینا، یعنی نمیاد تو دل قضیه، چون این جسارت میخواد دیگه. همه در این یه حس کوتاه مدت بودن دارن، یعنی شاید به دلیل این که حاکمیت در اون اندرونی خودش، در اون پس پرده خودش، این حس ثبات رو نداره که آقا من اندازه کافی اقتداری دارم، مردم رو دارم، منابعمو دارم، رابطه‌ام میخوام برم سراغ توسعه. چون توسعه، دنبال توسعه رفتن نیازمند ای همچی انگیزه ایه که در واقع آدم سر جاش خوب نشسته باشه، بعد حالا بخواد بلند بشه. یعنی وقتی که افتادی و اینا که اصلا همون نشستن خودش یه مسئله است. حالا این مثال که من میزنم، بنابراین من فکر می‌کنم که اینی که حاکمیت نمی‌دونه و نمی‌تونه واقعاً سراغ ابر بحران‌ها بره، و اگرم هر وقت که میره که خب به شکل نامناسبی هم میره دیگه، یعنی سیاست‌های کلان، این بزرگترین بحران اینه. چون به هر حال شما، من هنوز من متخصص نیستم، ولی فکر می‌کنم به هر حال این قصه آب، این بحرانی که ما هی داریم نسبت بهش کارشناسان هشدار میدن، خب چرا نمیبینیم که نسبت بهش یک کاری انجام بشه، یک کار جدی که واقعا میگن خیلی خوب مثلا اینا اومدن این کار میخوان انجام بدن، یعنی یه چیز جدی. خب یه همینجا یه مثالی میزنم قابل تعمیم به بقیه است. مثلا گفته میشه که بخش 80% از بحث آب ما در مصرف نادرست در بخش کشاورزیه. خب معلومه دیگه، اینه که شما برید مثلا در مناطق مرکزی ایران بخواید برنج بکارید، نمیدونم در باغات مثلا استان کرمان بخواید به شکل غرقابی آبیاری کنید، همه جا بخواید هندونه بکارید، خب این یعنی که اینا رو بعد جلوشو گرفت دیگه، وقتی که اون آمار به ما این درست میگه. اما آیا ما دولتی داریم که اینقدر اقتدار داشته باشه که جلوی کاشت هندونه رو در ایران بگیره؟ نه، اصلا هر کس جرئت نمی‌کنه این کارو بکنه. بله، اگر 4 تا جوان مثلا از سمت دانشگاه بیان 4 تا حرف بزنن، همه قدرت دارن. ولی ما دولت و حاکمیتی داریم که اگر به این نتیجه میرسه که هندونه نباید در ایران کاشته بشه، ارزه نداره که این جلوی هندونه رو بگیره. یعنی مشکلش با هندونه رو نمیتونه حل بکنه. خب تو اگر نظام حاکم هستی، اقتدار داری، به یه نتیجه میرسی با و اون خیر عمومی میتونی در اون نظر کارشناسی، نباید لااقل در بخش از مناطق ایران کاشته بشه. خب میخوام میگم این نکات، حالا جمع بندی این سوال رو بخوام بکنم، میشه که
یه همچین مشکلاتی که داریم که می‌بینیم روز به روز بیشتر میشه و حکومتی که از پس اینا بر نمیاد و توان کافی و اراده کافی برای رسیدگی به اینا رو نداره. بنابراین نه، واقعا میشه گفت که آینده خوبی لااقل من نمی‌بینم در این، چون همه چی رو به زواله. من برداشتم اینه که در رابطه با اون چیزی که شما میشه گفتش که تیرگی آینده دارید میبینید و توصیف میکنید، به نوعی انگشت اتهامتون به سمت نظام حکمرانی در کشور هستش. میخوام یکم برگردم به عقب در رابطه با شما و همدورهاتون در دهه 80. در دهه 80 شما در سازمان ادوار تحکیم میشه گفتش که دو موضع متناقض و متفاوت دارید میگیرید در قبال رفتاری که با حاکمیت دارید. یعنی در یه مقطعی در فاصله سالهای 82 تا 86 شما و سازمان مطبوعتون ادوار تحکیم وحدت به نوعی مشی تحریم انتخابات ولو به شکل غیر رسمی رو در پیش میگیره. در سال 88 سازمان شما میاد به عنوان میشه گفتش که اصلی ترین حامی آقای مهدی کروبی به عنوان یکی از چهار کاندیدای انتخابات 88 نقش آفرینی میکنه. آیا اون موقع شما نگاهتون راجع به نظام حکمرانی کشور همین نگاه فعلی بود یا نه در واقع جور دیگری داشتید نگاه میکردید، یا ایدتون این بود که از در واقع طریق حمایت از آقای کروبی میتونید نظام حکمرانی رو اصلاح بکنید؟ قطعا همین بود. یعنی البته من یه توضیح بدم که در سال 84 خود سازمان ادوار تحکیم، سازمان دانش آموختگان ایران، در دور دوم از آقای هاشمی حمایت میکرد و در اون جریان کلی که یک جریان تحریمی در سال 84 داشتیم که دفتر تحکیم وحدت در واقع سردمدارش بود و برخی از جریانات روشنفکری و یه بیانیه 600 نفره در اون موقع کاملا با اون همسو نبود دفتر سازمان دانش آموختگان. سازمان دانش آموختگان در واقع و دفتر ادوار تحکیم عمدتا از سال 85 80 یعنی بعد از انتخابات 84 پوست اندازی کرد با ورود نسل هایی که در واقع نسل قبلی که در اونجا بودن نسل دهه 60 ها بودن که فعالان دانشجوی دهه 60، فعالان دانشجوی دهه 60 که خب طبیعتاً توی ساختار دیگه از انجمن ها و حالا مثلا منتهی شده بود به 76 و 77، ولی خب بچه‌هایی که از توی جریان دانشجویی از سال 80 مثلا تا 84 کار کرده بودن اونا کاملا دیگه از مزایای حاکمیت تا حد به مرور هی ازشون کاسته شده و فاصله گرفته بودن دیگه با جریانات سیاسی اصلاح طلب و با حاکمیت. بنابراین اینا آدمای پر شورتری بودن، خیلی چهره‌های منتقدتری بودن نسبت به حاکمیت و اینا در یک پوست اندازی که خب آقای مهندس علی اکبر موسوی خوئینی خیلی در این نقش داشت، یعنی که این کار اتفاق بیفته در پوست اندازی ادوار. بله بله، ایشون حتی خودش خب واقعا کسی که سازمان رو در واقع پیگیری کرده بود برای تشکیلش اونا خود ایشون بود و اون موقع هم دبیر کل بودن، ولی با یه مسئله مواجه شده بودن که یعنی فضای سیاسی مواجه شد که فعالین دانشجویی از دانشگاه که اومده بودن بیرون، از دفتر تحکیم که اومده بودن بیرون، حزبی نبود که اینا بخوان برن باش کار کنن، این مشارکت اینا ازش فاصله داشتن. حالا بقیه هم که دیگه به هم نسبت چیز جریان مشخصی نبود. بنابراین ادوار تحکیم یهو تبدیل شد به یک همچین موقعیتی و رفت به سمت اینی که هویت دفتر تحکیمیش خیلی کم رنگ تر بشه. یعنی مثلا اون موقع آقای دادفر، آقای احمد زیدآبادی، نرگس خانم نرگس محمدی و خیلی از کسانی که به طور مشخص هم سابقه نداشتن، حتی خود ما، خود منم جریان دانشجویی بودم ولی هیچ وقت عضو دفتر تحکیم وحدت نبودم و
تیپ هایی که این شکلی بودن، یعنی حتی شاید خیلی وسیع‌تر، اینا اومدن در، چون که به عنوان یک حزب جدیدی بتونیم فعالیت های جدیدی بکنیم. بنابراین 84 موزش، ولی در مورد 86، خب اگر شما خاطرتون باشه 84 واقعا فضای تحریم بر جامعه خیلی گرفته بود، ولی بعد که عملکرد دولت احمدی نژاد مشخص شد و به ویژه این که خیلی صریح و سریع سراغ نهادهای مدنی رفتن و پایگاه‌هایی که این جامعه مدنی میتونه توش فعالیت کنه، مخصوصاً انجمن‌های اسلامی دانشگاه، این گرفتاری‌ها همه رو متوجه کرد که خب خیلی هم نمیشه که از انتخابات عبور کرد و انتخابات محل تعامل. البته خب ما سال 86 هم انتخابات داشتیم، یعنی انتخابات مجلس هشتم و مجلس خبرگان رهبری یادم اون موقع. اون موقع شروع شده بود که آیا مثلا این در انتخابات باید چی کار کرد. بحث اینه که در انتخابات میشه از فرصتش استفاده کرد ولی لزوماً مشارکت نکرد و اینا و رأی نداد، این بحث بود. ولی خب در اونجا موضعی که نهایتاً سازمان دانش آموختگان داشت این بود که خب مثلا این انتخابات مثلا مجلس هشتم که خب شما یادتونه اصلاح طلبان تقریبا با یه لیست، حالا اون موقع خیلی قور می‌زدن که این لیست، ولی اگر الان حساب کنیم خب یه لیستی بود که یاران خاتمی ممنوع تصویر نبود، فکر کنم آقای مجید انصاری، اسحاق جهانگیری، اینا همه در لیست بودن، به خاطر جنرالشون بودن دیگه. اومدن و مردم هم ورقی ننهادن و خب بازنده شدن. ولی در اون انتخابات موضع ما این بود که این انتخابات فاقد اون اهمیتیه که بشه در موردش فکر کرد برای مشارکت و این همچین موضعی بود. این موضع متفاوت بود با موضع تحریم سال 84 که یک موضع یک مقدار اخلاقی نسبت به امر سیاسی داشت و یه انتظار کلانی داشت از اینکه انتظارات داشت که این تحریم بتونه بعدش مثلا یه کارهایی انجام داد که خب اونم بحث مفصلیه که چه شد بعد از 84، اون جبهه دموکراسی و حقوق بشر چی شد، سازمان در واقع اون همگرایی نهضت آزادی و نیروهای ملی مذهبی با جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین، یعنی اصلاح طلبان خودی و غیر خودی، اون همگرایی که قرار بود داشته باشن چه کسانی مانع اون شدند و اون جبهه دموکراسی و بشر چه کاری میتونست بکنه، اینا خودش خیلی به نظر من بحث مهمیه و ما خیلی ضرر کردیم. خیلی ها میگن که ما یه اشتباهی در 84 کردن این تحریمی ها و تو من در اون موقع موزم خودم شخصا تحریم نبود، من در ستاد آقای هاشمی بودم، ولی در هر دو مرحله تو واقعیت اینکه در مرحله اول من رأی ندادم، یعنی همون شاید تفکر اخلاقی نسبت به انتخاب، مرحله دوم که دیگه همه اومدن رأی دادن. اما اینی که میگن 84 یک مبدعی بود که این اشتباهی که اینا کردن از انتخابات روی گردانی کردن، اونجا باعث مسیر اشتباه شد، ولی خب واقعیت اینه که اونم باز تقصیر مردم یا حتی دانشجوان نیست. دانشجوها که مسئول یه همچین پروژه های بزرگ سیاسی نیستن، اینایی که نتونستن با همدیگه ائتلاف بکنن و اینایی که مهمتر از اون بعد از انتخابات نتونستن با همدیگه کار بکنن در یک جامعه مدنی بیان حداقل کار سیاسیشون رو پیش ببرن. حالا این از 86، ولی از 86 تا 88 در واقع موضع 86 این بود که الان این مجلس فاقد اهمیته با تجربه مجلس هفتم و نوع رد صلاحیت ها و نوع گزینش ها جوریه که حضور یا عدم حضور در اون بیفایده است، بنابراین ما اصلا در این شرکت نمی کنیم. اما هرچی به 88 نزدیک تر می شدیم و رفتارهای احمدی نژاد این باور رو ایجاد می کرد که نه دیگه واقعا باید جلو اینو گرفت، یعنی
شما یادتون باشه محسن رضایی میگفت کشور در پرتگاه آقای مهندس موسوی، میگفت من دیگه الان حاضرم به خاطر اینکه کشور داره از دست میره، نظام برنامه‌ریزی داره از دست میره، بیام مشارکت بکنم. حالا این کسانی هم که باز اصلاح طلبان و اصولگرا هم که خب حتی حاضر بودن به نظام مهندس موسوی هم حمایت بکنن برای اینکه این اتفاق افتاد. بنابراین ما اونجا تحلیلمون بر این شد که در واقع انتخابات رو میشه به مثابه یه آوردگاهی در نظر گرفت که انتخابات فقط یک رخداد حقوقی نیست که یک رئیس جمهوری رو تعیین میکنه. من به عنوان یک شهروند میرم رأی میدم و یک فرایند حقوقی تعیین میشه، دولت جدیدی میاد. نه، اینو ما میتونیم به یک آوردگاه سیاسی تبدیل بکنیم و در اونجا اینا رو مثلا حرفایی که ما اون موقع زدیم، یعنی مثلا شما قبل از 80 مثلا اواخر سال 87 تا مقطع 88 که دیگه شکل انتخابات روشن‌تر شد، بر اساس در واقع دو تجربه، هم تجربه تحریم 84 که نشون داد این که شما بیاید بگی تحریم فقط نه، این نه کافی، این نه کافی نیست، به دلیل اینه که شما هر اکت سیاسی که انجام میدید اما سلبی یا ایجابی باید این وقتی که به مردم عرضه میشه باید این یک سرمایه بشه، به یک سرمایه تبدیل بشه که بشه از فردای انتخابات از اون استفاده کرد. اون تحریم یا هر تحریمی در انتخابات وقتی که فقط نه، یعنی اگه من چون که حزبم گفته یا جریانی که میگم مثلا بهش معتقدم اون میگه که نه رو انتخاب رأی بده، اگر امروز تو خونه موندم باید فرق بکنه با اون کسی که توی آی سی اوه و نمیتونه بره. اگر فردای انتخابات برای اون نه اون سرمایه نشه، همونجور که من رأی میدم به کاندای الف و برای اون سرمایه میشه، اگر هم رأی نمیدم باید معلوم باشه که این به سرمایه به نفع کی میره. بنابراین این تجربه 84 بود و در این حال خب تجربه این که در دولت هم یه بار خب مثلا دولت آقای خاتمی این بود که به حال نشون داد که بعد از انتخابات خیلی اهمیت داره، بعد از انتخابات خیلی اهمیت داره و ما چه اینو که بتونیم احمدی نژاد رو کنار بگذاریم و کشور رو از این مسیری که داره ضد توسعه پیش میره و ضد همه دستاوردهایی که بالاخره نصف و نیمه آزادی در کشور داشت، آزادی سیاسی و اجتماعی، اینو داره به سمت ناکجا آبادی پیش میبره. این ولی اگر قرار باشه فقط اینو بذاریم کنار و بعد آقای مهندس موسوی یا هر کس دیگه ای رو، آقای خاتمی حالا اون موقع بحثش بود، بیاد ادامه بده، اون دوباره همون میشه دیگه، فوقش دوباره در بهترین حالت میشه دولت آقای خاتمی دیگه، یعنی همون دوره اصلاحات و باز ما دوباره. ولی نباید ول کرد، بحث اون بود که نباید اون سرمایه رو ول کرد. این بود که یه ایده شکل گرفت و بحث آقای این بود که مثلا ما باید یه کاندیدایی داشته باشیم در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، یعنی در 88، که این کاندیدا کاندیدای پایکاری باشه، کاندیدایی باشه که بیاد و اجماع ایجاد بکنه بین نیروهای اصلاح طلب، و اصلاح طلب به معنی رفورمیست هایی که جبهه ملی هم شامل میشه، هر کسی که همین خشونت پرهیز هست و منتقده، و بیاد و از فرصت انتخابات استفاده کنه. چنانچه رد صلاحیت شد، اگر عبور کرد از فیلتر در واقع رد صلاحیت که خب ما یعنی قبل از انتخابات برنده ایم، اما اگرم که رد صلاحیت شد اون وقت رأی ندادن یعنی رأی دادن به این آدم، یعنی آدمی باشه که واسطه پای این قضیه، و این رو در واقع همجور گفتم به یک جریان سیاسی ما از فردای انتخابات بدونیم که خیلی خوب این نماینده این کسایی که رأی ندادن این آدمه، میتونه اپوزیسیونی باشه که جامعه جهانی میشناستش، مردم بالاخره میتونه تشکیلات داشته باشه و حکومت هم متوجه باشه که در واقع هیزم انتخابات نیستن اصلاح طلبا. اگر کاندیدای حد اکثریشون و مورد رسوخشون
تاب شد، میان پای کار وامیستن و بالاخره به وعده‌ای که داده عمل می‌کنه. اما اگر نشود ما نیستیم دیگه، این خودت میدونی و آقای احمد میدونه. بنابراین واقعیت اینه که بحث جنبش اجتماعی بدون اینکه مثلا آقای احمد زیدادی هم خیلی این رو اون موقع پیگیری میکرد، من هم چیزایی مینوشتم و بحث در ادوار بود که ما نیاز به جنبش اجتماعی داریم. خب بنابراین ما خیلی مخالف این بودیم که آقای خاتمی بیاد، چون فکر میکردیم اگر آقای خاتمی بیاد اون کاری که ما میخواییم بکنیم انجام نمیشه. یعنی ما مثلا اون موقع جمع‌بندیمون بود که آقای عبدالله نوری، این خاطرتون باشه، آقای عبدالله نوری میتونه این پتانسیل رو داره، یک شخصیتیه که تجربه کار کردن با در همین ساختار رو داره، از کسانی که با بنیانگذار جمهوری اسلامی رابطه نزدیکی داشته، یک خود اصلاحی داشته، در دوره اصلاحات کارنامه داره و به هر حال اون موقع یک آدم جدی بود. من یادمه که اون موقع که این بحث ها مطرح می شد و ما پیش آقای نوری می رفتیم برای اینکه این قانعش بکنیم تو این بحث ها، یه بار آقای حجاریان اون موقع گفت که شما با اون لحن خواستشون شما دنبال نلسون عبداللهین، شما دنبال نلسون عبداللهین. و خب ما اون موقع یه فعالیتی برای این زمینه کردیم. آقای نوری هم خب سکوتش رو شکست، یعنی به هر حال ایشون سالها بود که بعد از زندان در عرصه سیاسی هیچ موضع‌گیری نمی‌کرد، سکوتش رو شکست و شروع کرد حرف زدن. ولی خب ایشون یک شرطی با ما کرد که من حالا فعلا صحبت می‌کنم، اما به دو شرط من میام و در انتخابات این با همین سناریو تقریبا موافقم، که یکی اینه که همه اصلاح طلبها اجماع بکنن بر من، و دو اینکه اگر رد صلاحیت شدم هیچ کس رأی نده. خب این همون حرف ما بود دیگه، ما همین رو می‌خواستیم. و برای ما یه سری مذاکراتی داشتیم و لابی‌هایی داشتیم با گروه‌های مثل جبهه ملی و نهضت آزادی و یادم این بحث‌ها رو بردیم پیش آقای دکتر یزدی، با پیش اعضای مرکزیت جبهه ملی، با نهادهای این شکلی، با جریان‌های این شکلی، با ملی مذهبی و اینا. حالا اومدیم سراغ ببینیم که از اون طرف جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین دوم، اصلاح طلبان کلاسیک، اونا خیلی دنبال این بودن که آقای خاتمی بیاد. یعنی فکر می‌کنن اگه آقای خاتمی نیاد حتما می‌بازن و اگه آقای خاتمی بیاد حتما برنده میشن. نوع نگاهشون متفاوت. ما وارد این دیالوگ شدیم که ببینیم خب اینا رو میتونیم با این برنامه قانع بکنیم. باز میگم بحثمون بود، اینا نمی‌خواستن که همچین کاری بکنن. من یادم آقای تاجزاده اون موقع توی که جلسات، تو اون جلسه من نبودم، بعد دوستان تعریف میکرد، یه همین بحث مطرح شده بود، آقای تاجزاده گفته بود که ما خواهیم انتخابات شرکت کنیم، نمیخواهیم که بریم زندان. یعنی در این مثلا در اواخر 87 و ایناست، نگاه به هر حال این بود ما خواهیم انتخابات شرکت کنیم، میخواهیم بریم زندان. شما چیزی که دارید میگید توش زندانم. که خب نهایتاً این در واقع پروژه ما شکست خورد، چون که همه نیومدن که در این موضوع توافق کنن. خب آقای خاتمی هم که در واقع همون اولش معلوم شد دیگه، یعنی آقای خاتمی من یادم اومد گفت که من آمدم و خیلی محکم اومدم. بعد حالا یکی از بزرگان، من همون روزی که ایشون این حرف رو زد بعد صحبت میکردم، گفتم به نظرتون آقای خاتمی اومدن؟ گفت همین که گفت آمدم و محکم آمدم یعنی نمیمونه. حالا اون خب میشناخت دیگه برام، گفت همین که اینجوری گفت وگرنه دوست دارم. و حالا اون مسیر توی شد تا ما بعد از انتخاب، بعد از چیز وارد یه فضای جدیدی شدیم دیگه، آقای مهندس موسوی و آقای مهدی کروبی. خب ما سه تا گزینه داشتیم، یا اینکه در انتخابات شرکت نکنیم، یا اینکه در این انتخاباتی که داشت کم کم توجه
جریان سیاسی رو به خودش جلب میکرد. به هر حال با یکی از این گزینه‌ها شرکت بکنیم. جلسات متعددی تشکیل شد و اون موقع ما از 86 تا 88 هم یک گسترش تشکیلاتی خیلی خوبی داشتیم و فعالیت آموزشی اینا کرده بودیم. از 86 به بعدم در واقع ما از مقطع تا 84 تا 86 خیلی به قول تو بادکنکی و تند رفته بودیم. یه برخورد خیلی جدی شد، دفتر ادوار تحکیم پلمب شد اینا. ما برگشتیم مثلا چند ماه بعد شروع کردیم دوباره خیلی به آرامی تا رسید به 88. خیلی دیگه دنبال بیانیه دادن اینا نبودیم توی این مقطع که احمد زیدآبادی در واقع دبیر کل شده بود. خیلی کم، یعنی با بروز کمتر و درون خودمون بیشتر انسجام تشکیلات و توسعه تشکیلات رسیدیم. به انتخابات 88 با این سه تا گزینه روبرو بودیم. فضا به کل جوری شده بود که در 88 که هیچ کس دیگه صحبت از عدم حضور در انتخابات نمی‌زد. حتی اون حالا اون موقع برانداز مثلا خیلی لفظ شد، ولی تندترین گروه‌هایی که مثلا خارج از کشور بودن. اما بین این دو نفر ما اولا که بحث بعضی وقتا نه از هر دو نفر حمایت گفتیم، این معنا نداره. یعنی ما جریانی که نمیتونه خودش بین دو نفر انتخاب کنه که نمیتونه اصلا مردم هم چیز میگه، شما بالاخره باید بتونید بین دو نفر انتخاب بکنید. بین این دو نفر خب آقای مهندس موسوی نسل ما شناختی از ایشون نداشت. آنچه هم که شنیده بود در مورد یک دولتیه که به هر حال در یک دولت دولتی که در واقع چی میگن تجهیزات جنگ رو بعد تجهیز کنه زندگی حداقلی مردم، خب این اقتضائات خاصی داره. آقای مهندس موسوی هم که دیگه حرفی نزده بود در این سالها، ما شناختی نداشتیم. ولی خب آقای کروبی رو ما هر موقع که می‌خواستیم تو این به ویژه مثلا همین 86 و 84 به بعد، یعنی تو 4 سال دوره احمدی‌نژاد، ما هر موقع که گرفتاری پیش میومد بالاخره پیش ایشون میرفتیم. از قبل هم این مثلا سابقه داشت برای ملی مذهب اینا. بالاخره آدم درخون و بازی بود و راه میداد به ما. یعنی مثلا ما اگر امروز تصمیم میگرفتیم که با ایشون جلسه بذاریم، خب مثلا میگفت امروز بیاین، فردا بیاین بشینیم صحبت بکنیم. و اساسا آقای کروبی یک در اون سال یک چیزی که داشت بود که آقای کروبی میرفت و من یادم در حالی که خب همه بزرگان کمپین میذاشتن براشون که آقا تو رو خدا بیام، نمیدونم اشک و آه و دعا کمل که مثلا شما بعد بیای کاندیدا بشی بعد اونم بیاد، نه آقای تو هر مجلس خط بیام، تو هر جلسه هم برام میگه آقا به من رأی بدین، آقا به من رأی بدین. حالا مثلا پیرمرد با اون سابقه و به هر حال جایگاهی خوش، و این یه رفتار مدرن بود. این برای ما جالب توجه بود در مقابل مثلا به طور مشخص آقای موسوی که خب اون موقع به هر حال تصور که اینقدر برن بهش میگن، ما کارو شناخت نمی بریم مثلا 84 نمیاد، و آقای خاتمی که باز اینجوری کمپین میزنن که تو رو خدا بیا. خب این آدمی که رفتار این میاد به سمت ما و تو گرفتاری هم این کمک کرده. همینجور که خب برای توی یه سری جلسات هم قرار شد که با آقای موسوی هم مثلا تماس گرفته بشه که ما بریم با ایشون هم صحبت کنیم، چون بعضی از دوستان تمایل داشتن که از آقای موسوی هم حرف بشه. گفتم خیلی خب بریم از آقای موسوی هم وقتی میگیریم به عنوان نامزد انتخابات، و میگیم ما یه جلسه میایم خدمت شما ببینیم بالاخره این حرفایی که ما میگیم چقدر به کارهای شما. مدام گفتن که از دفتر ایشون گفتن که یه تاریخی رو برای بعد از انتخابات گفتن، یعنی اصلا جلسه برگزار دفتر آقای مهندس موسوی، دفتر مهندس موسوی، یعنی در واقع تمایلی برای گفتگو یا فرصتی برای نبود. کمان که با من تا جایی که یادمه مثلا با حزب مشارکت هم ایشون با مرکزیتش ملاقات نکرد، ولی خب اونا رفتن و بخواست ستاد خودشون رو زدن و اینها. اینه که شاید آقای موسوی اون موقع احساس چیز نمی کرد یا مثلا شکل دیگه بود. خب ما گفتیم ما با کسی که اصلا نمیتونیم صحبت بکنیم که اصلا معنی نداره که بخوایم صحبت کنیم. و هر چی که رفت جلوتر به این چیز رسیدیم که خیلی خب ما اگر بریم پشت سر آقای موسوی میشیم نفر صدوم، تأثیری ایجاد نمی کنیم اگه ایشون قرار باشه برنده بشه، که خب فبل مراد اون چیزای حداقلی رو ما رو بالاخره برآورده میکنه. این
توفه سمنان از کنار میره کار، بالاخره از سر مردم باز میشه، بعدش هم فضای باز میشه برای کار کردن ما. اما ما نمیتونیم نقش خاصی ایفا کنیم، ولی در کمپین آقای کروبی و کنار ایشون ما میتونیم به قول شما جزء چیزای جدی باشیم، حرف بزنیم، حرفامون رو از طریق یک کاندیدای ریاست جمهوری به عرصه، و ایشون هم واقعا خیلی همکاری کرد شما دید، و خیلی از نیروها هم احتمالاً با همین فکر ما، از مثلا روشنفکرانی که شد بودن، نمیدونم فعالین حقوق بشری، یا حتی اون اواخر من یادمه که شاید مثلا واقعا گروه هایی که احزاب که در کردستان هستن، گروه هایی که در خارج از کشور هستن، اورینا ماند یا چی، اینا هم حتی حمایت میکردن دیگه. یعنی من یادمه که در بعد از اون روز وحشتناک 22 خرداد کیهان یه سرمقاله داشت و اونجا گفت که این انتخابات دستاورد بزرگ داشت. این هم این بود که جمهوری اسلامی رأیش از روز تأسیسش بالاتر رفت. چرا؟ به این دلیل که ما در خب مثلا میگن دیگه، میگن 98.2% به جمهوری اسلامی رأی آری دادن، یعنی 0.8% رأی ندادن. یک واشت آره نه گفتن 99.2 آره یه همچین چیزی، واسه میگم 0.8% نگفتن. و حالا آقای کروبی که رفت همه مخالفین جمهوری اسلامی رو بود، 0.6% رأی آورد، بنابراین به 1% هم نرسید. بنابراین این در واقع رأی مهدی کروبی نشون دهنده اون ضد انقلابیه که در واقع به جمهوری اسلامی نگفته بود، و این خب نشون میداد که بالاخره اصلا اساسا مسئله ای که ما با انتخابات پیدا کردیم این بود که آقا مگه میشه بالاخره یه همچین چیزی این همه از نمیدونم دانشجوها، از جنبش دانشجویی، از دراویش گنابادی، از جریانات مختلف، نه همه خلاصه به حرفش هم درود زیاد بیرونم و همه زخم خورده ها بالاخره جمع بشن 6 درصد. و ما در اون کمپین این امکان رو داشتیم که فعالیت بکنیم و فکر میکردیم که در هر حال اگر آقای موسوی برنده بشه خب خیلی راحت تر، و اگر بازم این کار اتفاق نیفته ما میتونیم با آقای کروبی به هر حال شرط و بیعی که کردیم در اونجا ادامه بدیم و شکل بدیم به یک جریان رفرمیستی که مثلا در جامعه میخواد کار بکنه و تعامل از موضع قدرت با حاکمیت داشته باشه، یعنی همون که میگیم قدرت رو با قدرت میشه اصلاح کرد. حالا واقعا شما طبق اون چیزی که در سرمقاله کیهان اومده، شما که دور آقای کروبی جمع شده بودید، مشخصا سازمان ادوار تحکیم، چون بعد شما بابت این هزینه زیادی دادید، یعنی آقای احمد زیدآبادی دبیر کل شما زندانی شد، خود شما و بعضی از اعضای شورای مرکزی زندان‌های طولانی رو تحمل کردید، 5 سال شما زندان کشیدید، واقعا می‌خواستید نه به جمهوری اسلامی بگید در سال 88؟ نه واقعا. ببینید خب ما با خیلی از در واقع ارکان و مؤلفه‌های نظام سیاسی جمهوری اسلامی مشکل داشتیم و این رو به هر حال قابل مفید برای ایران نمیدونستیم، برای آینده ایران نمیدونستیم. در واقع اون ایده اصلی که در واقع اسلام سیاسی باشه رو، اون رو ما فکر میکردیم که نمیتونه با ایران امروز، در واقع ایران امروز که نیاز داره به یک تحول در آستانه یک ورود نسل نوی هست، و این جور نگاهی که در واقع حکومت خودش رو متصدی ملت ندونه، متصدی یک ایدئولوژی بدونه، حالا اسلام، حالا همه مردم مسلمونن، ولی که شما یک قرائت ویژه‌ای از اسلام رو متکفل این باشی که اون رو به پیروزی برسونی و اون رو یک رسالت تاریخی داشته باشی. گفتیم نه آقا، بالاخره دولت، حکومت
وظیفه سرویس، حالا اینجا به عنوان خدمت دیگه چیزه، سرویس دادن به مردم رو داره دیگه، غیر از این که نیست که، در واقع به اون کسانی که بهشون مدیونه دیگه، برآمده از اوناست، مشروعیتش از اوناست. ولی خب به هر حال نگاه جدی در جمهوری اسلامی وجود داشته و به مرور این نگاه فربهتر شده و سایر نگاه هم کنار گذاشته که نه، یک رسالت تاریخی وجود داره، اونم نه فقط در این مقطع، یک رسالت برای تاریخ انسان. خب این کار خیلی، یه همچی وقتی آدم بخواد همچی کاری بکنه، خب خیلی هزینه میخواد دیگه. و خب این واقعیت اینه که به دوش مردم سنگینی میکنه، یعنی لااقل نسل خود ما، نسل قبل از ما و قاطعا نسل بعد از ما خیلی هزینه داده برای این کار. واقعا باید دید که ملت هم میخواد این کار بکنه. نه خب ما واقعا دیدمون این بود که یه قدرت یعنی یه قدرت سیاسی حاکمیت معمولی با کارهایی که معمولی باید انجام بده و بره سراغ مهمترین مسائل، نه دم دستترین مسائل و آینده کشور و در واقع سرزمین برش مهم باشه، چون که چیزای شوخی نداره دیگه. یعنی اگر شما تو بحث‌های ژئوپلیتیک، تو بحث‌های زیست محیطی، تو زیر ساخت‌ها اینا دیگه، مثلا وزارت ارشاد نیست که حالا یه موقعی موسیقی رو شلو صرف بکنیم. اگه وقتی ما برق و سرمایه گذاری نکردیم خاموش میشه چند سال بعد. اینکه بله ما به این کلیت به حال نگاهمون منتقدانه تر از اصلاح طلبانه در واقع دوم خرداد حکومتی هرچی که در اون موقع میخوایم بگیم. شما اشاره میکنین که قبل از انتخابات 88 تو جلسه ای آقای تاج‌زاده خطاب به دوستان شما میگه که ما میخوایم در انتخابات شرکت کنیم، نمیخوایم زندان بریم. انتخابات 88 برگزار میشه، عملا شما در سازمان ادوار تحکیم رقیب انتخاباتی آقای تاج‌زاده و دوستانشون در جبهه مشارکت و اون بخش اصلاح طلبانی که به قول شما اصلاح طلبان حکومتی خوانده میشوند هستید و در ماهای بعد از انتخابات 88 به تدریج همه با هم مقیم زندان میشید. یعنی چه آقای تاج‌زاده که میخواست در انتخابات شرکت کنه نمیخواست زندانی بشه، چه شمایی که در این حال که نمیخواستید زندانی بشید و داشتید فعالیت انتخاباتی میکردید، به هر حال منتقد بودید، همزمان هم منتقد اصلاح طلبان و چهره های شاخص اونها بودید و هم منتقد کلیت نظام سیاسی. شما در زندان چطور کنار هم سر میکردید؟ بله در واقع دو طرف اون گفتگو هر دو به زندان رفتن و نشون میده که چقدر هر دو طرف شاید به یه معنی از برنامه‌ای که ظاهراً در دست تهیه بود بی اطلاع بودن. خب من بلافاصله بعد از انتخابات من بازداشت نشدم، از ادوار تحکیم عبدالله مومنی بازداشت شد و احمد زیدآبادی بازداشت شد. ما دیگه یه مقداری از خونه اومدیم بیرون و تجمعات هم شرکت میکردیم و بعد نگاه میکردیم. خب ولی اون در واقع اتفاقی که در 88 افتاد و اون آب سردی که روز 22 خرداد بر تن همه ریخت و هیچ وقت من اون روزو فراموش نمی کنم و هیچ وقت واقعا میگم از نظر شخصی هیچ وقت ما نتونستیم، یعنی من و خیلی از دوستان بعد از 88 رو نتونستیم زندگی بکنیم. یعنی انگاری همش یه چیزی در اونجا گیره، همش انگاری طی نشده، اون سال هنوز نگذشته. من بعضی موقع فکر می‌کنم هنوز 88 تموم، یعنی سال 88 واقعا تموم نشد، 89 نشد برای ما هیچ وقت، هیچ وقت واقعا برای ما 89 نیومد. اینه که خب بعد از اون من با یکی دیگه از دوستان، خب خیلی دیگه اصلا فعالیت سیاسی امکان پذیر نبود، اتفاقاتی که افتاده بود و فضای امنیتی که شکل گرفته بود، ولی خب ما این کورسوی ادوار رو به هر حال نگه داشتیم. همون موقع بلافاصله بعد از انتخاباتی بیانیه اومد از طرف ادوار رو و حالا اینا دیگه چون که واقعا به تاریخ پیوسته دیگه و اونایش هم که مجرمان بوده به هر حال میگن که
در واقع مجازات یه بار دیگه جرم یه بار مجازات چند میشی پاک میشی واقعا مجرمانه بوده اعمال شما. آره دیگه به هر حال نه ما که اعتقاد نداشتیم به مجرمان بودنش، ولی به هر حال اون محاکمه که انجام شده به هر حال حبسش هم خلاصه بی کم و کاست کشیده شده و این ادامه پیدا کرد. توی تابستون 88 چندین دفعه مثلا من خواستن تذکراتی دادن، من بیشتر حتی موقع واقعا فعالیت در رابطه با خانواده های زندانیان بود و اینکه مسائل زندانیانی که در واقع شکل گرفته بود و اینا، ولی خب برای جنبش شکل گرفته بود که خیلی همه رو تحت تاثیر قرار داده بود، جهان رو تحت تاثیر قرار داده بود و چیزی بود که بعد شما دیدید تا همینجوری تا 90 و حتی تو 95 و اینا هم شما شعارهای خیابون داشتید. برای رقم که بودن فتنه 8 ماهه، شما 25 بهمن 89 خودش یک ما که نهیدیم، ولی به هر حال چیزاش هست و منجر هم شد به حصر، یعنی 21 ماه نه 8 ماه حتی اقل. من دیگه نهایتاً در شب 12 آبان 88 بازداشت شدم. روز 12 آبانم ادوار تحکیم یه بیانیه ای داد که چون به طور سنتی، سنت خیلی قدیمی، همین دفتر تحکیم و اینا برای 13 آبان اصلا متصدی در واقع اینا بودن در دهه 60 شد، ما از همین چیز استفاده کردیم که به آخر 13 آبان که روز مبارزه با استکبار جهانی بود، این دفعه مبارزه با در واقع و مقاومت در واقع استکبار داخلی اولویت داره. ظاهرا این حرف مجرمانه تلقی شد و همون شب من از ادوار تحکیم من بازداشت شدم و آقای محمد صادقی که اون موقع عضو شورای مرکزی بود و چند نفر دیگه از بچه های منتسب با ادوار و از جریان دانشجویی و اینها اون شب بازداشت شدن، شب 12 که به هر حال دوره انفرادی اونا بود. بعد از 40 روز ما رو آزاد کردن، یه مقداری ظاهرا فضا به سمت آرامش میرفت که خب ما قبل از 16 آذر بود فکر میکنم که آزاد شدیم و دوره بازداشتگاه بود. اونجا خب خیلی اتفاق خاصی نیفتاد دیگه، حالا همون بازجویی اینا بود و بعدش دیگه ما که آزاد شدیم ماجرای عاشورا پیش اومد که دوباره تحولات رو داغ کرد و دیگه حاکمیتی موضع تندتری هم اتخاذ کرد. خب دوستان ما دیگه همچنان در زندان بودن، اینکه دوستان بیشتر هم رفتن زندان، پرونده ما هم دیگه در دست رسیدگی قرار گرفت و در سال 89، اوایل سال 89 اومد کارهای کرفرخواست و اینا انجام شد و اومد در مرداد ماه من محکوم شدم، من در واقع محاکمه شدم در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس جمهور، مجموعه به 5 سال حبس و 100 هزار تومان جزای نقدی که این دومی به دلیل مثلا توهین به رئیس جمهور بود. آقای احمدی نژاد خب منتها قبل از اینکه این حکم من اعلام بشه چند روز بعد از برگزاری دادگاه بعد دوباره بازداشت شدم و دوباره افتادیم در یک پرونده جدیدی و مسیر بازداشتگاه و انفرادی و بازجویی. دلیل بازداشتتون چی بود؟ همون دوباره همون حرفای اجتماع و تبانی و اینها بود. بعداً من متوجه شدم که این بعد که من توی انفرادی و اینا بودم دیگه متوجه شدم که 5 سالم مثلا حکم بهم دادن، اینجا هم که داشت میرفت. بعدها من اون بازپرس رو دیدم که این در واقع دستور بازداشت من داده بود، یعنی یک سال بعدش تو دادسرا از زندان رفتم دادسرا دادم، گفتم که خب شما از این کارتون غیر قانونی بود، در واقع من نمیشه با همون اتهامات دوباره من 4 روز بعد از اینکه محاکمه شدم، خب چرا مثلا تا حکمم میومد اعتراض میکردم؟ گفت نه میخواستیم حال تو بگیریم. حالا این پاسپورت مقام قضایی بود که
در واقع مثلا اینجوری که حالا کیف تو بگیری بری زندان حبس تو بکشی نباشه. حتی اون پرونده دوم هم در واقع در نهایت توی تجدید نظر تجمیع شد و همون دیگه چیزی بیشتر از 5 سال خوشبختانه چیز نشد. حالا حالتون گرفته شد؟ آره حالا ما که به هر حال گرفته شد. به هر حال خیلی مثلا اون بازداشت دومی سخت بود. نهایتاً از مهر 89 تقریبا دیگه من وارد بند 350 اوین شدم. دیگه اونجا زندان عمومی بود و چند روزی هم شاید قبل از اینی که من از بازداشتگاه 209 240 بیام به بند عمومی، تحویل بند عمومی داده بشم، اونجا دیگه کامل یه تعداد زندانیان عادی بودن، از اونجا رفته بودن و در پی یک اعتصاب قضایی که بچه‌ها کرده بودن تلفن‌هاشون هم قطع شده بود و در واقع از همون موقع بند 350 با دستور آقای جعفری دولت آبادی در اون موقع دادستان وقت تهران به یک به زندان سیاسی تبدیل شد، یعنی حالا قانون امنیتی و صرفاً متهمین این دستگاه امنیت ضابطه امنیتی در اونجا نگهداری می‌شدن، کاملا متفاوت با همه زندان‌های کشور، یعنی تلفن مطلقاً، ملاقات حضوری مطلقاً و ممنوع است و فقط در روز ملاقات ما حق داشتیم که از بند بریم بیرون. استفاده از امکانات اوین کاملا ممنوع بود، فقط در همون بند 350. این ملاقات ها ملاقات های کابینی بود؟ ملاقات های کابینی بود. من یادمه در یک سال اول، یعنی دادستان تهران، شما فکر کنید، من یه بارم به خودشم گفتم دادستان تهران با این همه عظمت، یه بار ساعت 7 شب 5 و 6 شب از اون طرف زنگ زده بودن، خانم منو خواسته بودن که بیا زندان و اینا. منم از این طرف دیدم ساعت 5 و 6 شب، تاریک هم بود، همین پاییز بود، بیا کارت دارم، خدا رو چیکار دارم. از اون طرف هم خانم بهار هدایت هم بود اون موقع. تو ملاقات با دادستان بهاری که رفت تو دم سر صدا اومد، گفتم خب نه، بهاره خب یه رویه خاص داشت و داره، امیدواریم که زودتر خلاص بشه از این وضعیت. اما بعد که من رفتم توی گفتم دوستان چی این موقع شب شما، اونم این خانومت مصاحبه کرده که با ملاقات حضوری نمیدونه. گفتم خب شما ببین، شما داد مقام بالاترین مقام قضایی دادستان، یه شهر 10-12 میلیونی مثل تهرانی، یه دونه کاغذ پرینت کردی که شاید این 10 نفرم نه، خود خانم هم نخونده مصاحبهش، گرفتی اینجوری اومدی اینجا این موقع شب. بعد گفت نه خانمت هم خواستیم بیاد و اینا. گفتم چیه شما؟ بعد طبق قانون شما یه ملاقات حضوری که مثلا یه زندانی میخواد شما باید دستور بدی، آخه این چه حالا مرخصی اونا که بود. به حال ایشون یه همچین رویه‌ای داشت و الحمدلله رب العالمین نتیجه‌اش هم در همین دنیا ایشون دید من، چون واقعا ایشون ظلم کرد. من معتقدم که ایشون چون یه نگاه سیاسی داشت، از یک خواستگاه سیاسی و نگاه قضایی مطلقا نداشت، چون خیلی عمل کردش بدتر از آقای مرتضوی بود و واقعا کینه توزی میکرد نسبت به زندانیان و زندانیان سیاسی و خیلی خانواده‌های زندانیان سیاسی را از که یه زندانی بود که حالا جریانات ما نبود، ولی خب بنده خدا متوجه شدن که این سرطان داره و دیگه معلوم بود که 2 ماه دیگه میمیره و این نذاشت بعد همینجا بمیره. از زندانیان؟ بله. و مرد اون آدم، چندین نفر اونجا هم جلو چشم ما مردن و نذاشت مثلا اینا با خانواده‌اش ملاقات بکنن. و من چند وقت پیش ایشون و آقای جعفر دولت آبادی رو بحث رو نظر دور میشیم توی دیگه. خب من الان این سالا بعد از گذشت محرومیت و اینا کار وکالت میکنم جلوی مجتمع قدوسی در سمت هفته تیر. صبح داشتم میرفتم دادگاه، همجور کیفم دستم بود، بعد دیدم که یه کسی با ماشین اینجوری پیشید جلوی من و نگاه کردم با یه پرایدی بود. خب شنیده بودم ایشون مسافر کشی میکنه. بعد
یه لحظه نگاه کردم تمام این داستان ها اومد جلو چشم. خب یه چیزی بهش گفتم، گفتم که خلاصه یه چیزی نثارش کردم و خیلی جا خورد. گفت که من فکر کرد مثلا یه ایراد راهنمای رانندگی پیش اومده، مثلا به ماشینش زدم، به پام زده اینا. گفت من گفتم آره توه مثلا اینجوری نمیشه گفت. و خلاصه صحنه من واقعا همیشه میخواستم اتفاق بیفته برام که ببینم در این دنیا که. و خلاصه این موقعیت تراژدی کمیک این برای ما اتفاق افتاد که خب ایشون حالا نمیدونم بر چه اساسی، به هر حال نتیجه عمل کردش در واقع این بود که به هر حال این شکلی باشه. یعنی واقعا اینی که آدم خوشنام نباشه در جامعه این شکلی. در این دوره رئیس دستگاه قضایی آقای بله آقای بله ایشون هم به شدت نگاه سیاسی داشت و خیلی در واقع روی بحث خیلی همه چی بهش بر میخورد. نهایتا این زندان شکل گرفت به این شکل و ویژه اون سال اولش خب خیلی سخت گذشت، خیلی امکانات کم میدادند به ما. یعنی من یادمه آقای مرشی اون موقع اونجا بود که خب ایشون هم یه مثلا حلوش یک سال از حبسش بعد میاد اونجا میکشید، پیگیری هایی که میکرد مثلا با این مسئولین بندونا میگو خب همین میوه‌ای که میارید میفروشید مثلا به برازه خب همون بیاریم ما هم بخریم. یعنی بحث این بود واقعا یه دوره یک نزدیک یک ساله به اون بند میوه نمی آوردن بفروشن و بچه‌ها مثلا یه ذره همجوری با هم فوتبال بازی کردن، همه پا میشکست، سبزیجات نمی اومد، گوشت هم که خب اصلا کلا تعطیل بود. حالا البته این یکم از بحث ما دوره ولی کوتاه اگر من بگم شما راجع به این موضوع هیچ امکان اعتراض یا رساندن صدای اعتراض نداشتید؟ چرا به هر حال خانواده ها میگفتن، ولی خب ما کم کم اونجا، حالا در این قضیه هم باید گفته بشه واقعا آقای مرعشی خیلی حالا هم به لحاظ کمک های مالی که میکرد به اینکه بتونیم تجهیز بکنیم، ایشون خودش تجهیز کرد، بالاخره رایزنی کرد، یه مقدار گذشت ما تونستیم اونجا. چیزی که میگه خاطرم بگم، یه بار آقای مرشی خب خیلی مورد احترام بود دیگه، حالا برای اونا هم خب تونسته بود حال رایزنی که میکنن اون مسئولین اون سازمان زندان ها اون رئیس بند و اینا رو هم جذب کنن. کار به جایی رسیده بود که من واقعا که ایشون بود یه بار یه کسی مثلا از زندانیا بود میشینه پیجر مثلا پیج میکنن مثلا یه فلانه بیاد، بعد این رئیس بند اومده بود گفته بود که آقای مرشی رو بیاد بگو مثلا بهت کارش دارم، گفته بود آقای مرشی خوابه و اون هم گفته بود باشه رفته بود. یعنی و ایشون یه جایگاه و خب خدا خیرش بده از نظر فرش و فلان تونست یک مقداری اونجا وضعیت رو بهبود بده. به مرور هم خب مثل هر چیزی دیگه به مرور ما راهاش رو یاد گرفتیم و تونستیم مثلا یه زندگی برای خودمون اونجا کم کم بسازیم دیگه از نظر کتاب و اینها. ولی خب این که یک جریانات سیاسی اونجا بودن خب ما شروع شکل گرفت یک در واقع بند 350 به یک شد یک نهاد سیاسی. جریانات مختلف فقرات اونجا بودن ولی خب به ویژه هرچی نزدیکتر بود، یعنی در اوائلش اصل در واقع این جنبش سبزی ها بودن، یعنی عمده زندانی ها همینایی بودن که در این اعتراضات بعد از 88 بازداشت شدن، چه از اونایی که حالا مثلا از مقامات سابق بودن و از فعالین شناخته شده حزبی بودن و وکلا و نمیدونم چیزنا تا بچه های دانشجو، بچه های که تو خیابون بازداشت شده بودن اینها به هر حال. و یه موقعی 400 نفر جمعیت بود، یه موقعی 200 نفر بود. اینه که خب ما در اونجا بعضی مدت این در واقع همون بچه های تحکیم و ادوار تحکیم و اینا بیشترم با محوریت عبدالله مومنی، خب خیلی آدم چیزی هست، فعالی هست، میتونه سازماندهی بکنه، جمع کنه، یه اتاقی درست کردیم اونجا، ده تا اتاق داشت، یه اتاقی درست کردیم که بعدا معروف به اتاق نوح. و تا موقعی هم که عبدالله بود به صلاح اون مسئولیت اون اتاق با ایشون بود و من هم دیگه تمام واقعا دوره حبسم و 90% شد در همون جا بودم و
بچه های تیپ دانشجویی که اگه میومدن ما میگفتیم بیان پیش ما، مثلا دلداریشون میدادیم، از امکاناتی که داشتیم مثلا باشون شیر میکردیم، یا مثلا افراد چهرهایی که میومدن حالا خیلی با اصلاح طلبای مثلا به قول معروف دوم خوردی خیلی چیز نبودن، اونا هم زر روحی های متفاوت داشتن میومدن پیش ما، از بچه های ملی مذهبی مثلا در اونجا آقای سلطانی، آقای مسعود پدرام، آقای هادوی، آقای علی ملیحی، از بچه های خودمون در واقع تا مرحوم رئیس‌دانا آقای شعله سعدی و خیلی، حالا شاید مثلا 100 نفر 200 نفر در این دوره اونجا بود. یه اتاقی هم بود به نام اتاق هفت. اتاق هفت حالا با یه فاصله با ما بود و در واقع تیپ بچه های مشارکت و کارگزاران و همین چهره های شاخص اصلاح طلب حالا اون موقع اونجا بودن و اونجا با هم زندگی میکردن. اونها یه ذره سنیشون بالاتر بود، خب یه مقدار سبک زندگیشون هم با ما متفاوت بود، به هر حال همیشه نماز جماعت داشتن و میرفتن میونه به این به هر حال بعد سمت این جوانای ذره روحیه متفاوت بود، به هر حال بعد متنوع تر هم بود. جمع کردن این تنوع اصلا کار این آقایون نبود و واقعیت هم اینه که خب سن و سالی هم ازشون تا همون موقع هم گذشته بود و زندان برای نسبت به یک کسی که جوان‌تره برای اونا سخت‌تر بود. به هر حال این دو تا اتاق حالا اونجا معروف شد دوستان دیگه به اتاقایی که مثلا جنبش سبزی هستن، حالت موقعی که بیشتر بودیم اتاقای دیگه هم بودن که همچنان این کم کم که ما رفتیم جلو این شکل گرفت، یک مناسباتی در اینجا مناسبات هم شاید اولش این بود که در واقع همش بر محور ارتباط بود دیگه، یک مثلا یه خبری رو به شما بتونشون، رادیو ممنوعه، رادیو موج کوتاه، دسترسی به اخبار هم نداری، این پیدا کردن یه رادیو گوش دادن و بعد ایجاد یه شبکه‌ای برای رسوندن این خبر مخصوصا به این آقایون و بعد بحث‌ها صحبت‌ها خب ما رو خیلی به هم نزدیک کرد. ما شاید مثلا در دوره دانشجویی اینا خب نسبت به اصلاحات انتقادات داشتیم، کندرو میدونستیم و اینا و خیلی چیزا هم برامون واقعا توی میگن واقعا شما اگر تجربه زندان داشته باشید فقط احساس می‌کنی آدم‌ها رو تو زندان می‌تونی بشناسی، چون که اینقدر این شناخت زیاد میشه که اصلا میگه نه من مثلا در مورد بیرون در مورد هیچ کس نمیتونم قضاوت کنم، چون واقعا بعد به قول معروف در زندان این آدم‌ها. خب کسانی که ما فکر می‌کردیم مثلا خیلی آدمای در واقع چجوری بگم با دل و جرأتی هستن تو سیاست اینا، دیدیم نه اینجوری هستن. کسایی که فکر می‌کردیم محافظه‌کارن دیدیم نه چقدر محکم سر حرفشون ایستادن و اصلا هیچ چیزام نکردن و تا آخرین به سر روز حبسشون هم کشیدن و حتی اعتراض هم نکردن به حکمشون، برای که مثلا اگر اعتراض هم میکردن شاید یه سال هم کم میشد، ولی نه 6 سال حبسشون کشیدن. این نگاه همون عوض شد و خب دیگه خیلی به شکل یه خانواده واقعا زندگی میکردیم. این اون اختلافات سیاسی شما هم تحت شعاع این شرایط قرار گرفته بود؟ آره کم شده بود، کم شده بود و به همین خاطر بیانیه مشترک میدادیم. آره ما میگفتیم که شما به ما نزدیک شدین به دلیل این جنبش سبز، شما که یعنی در واقع شما که غافلگیر شدین توی انتخابات، یعنی مثلا بنده خدا مثلا نقشی واقعا نداشتن در اون چیزی که شکل گرفته بود، بلافاصله اینا رو بازداشت کردن، یه چیزی در خیابون شکل گرفته بود و پیش رفته بود، اینا در واقع قربانی این بودن. ولی خب به هر حال اونا هم سیاست ورزشون در تعامل با ما به حال به هم نزدیک شده بودیم و بله و اولین کارهایی که شاید انجام دادیم از نظر سیاسی از نظر بیانیه ها یادم یه نامه‌ای بود به آقای مرحوم هاشمی رفسنجانی که اون موقع رئیس مجمع تشخیص بودن در تو با بحث زندانی سیاسی که توضیح داده بودیم که چی شد. البته بعضی از دوستان شرح شکنجه هاشون رو داده بودن بیرون و منتشر کرده بودن، اونا سر و صدا کرده بود و اینا. سخت هم بود اوایلش برای ما که چجوری این بیانیه ها رو بیرون بدیم، اینی که چجوری امضاها رو جمع بکنیم،
خب تو فضای زندان جلوی دوربین چجوری روابط رو شکل بدیم، یه ساختاری بالاخره درست بکنیم که بتونیم امضاها رو جمع بکنیم اینا. یعنی شما تمام مناسبات داخل زندانتون تحت نظر و کنترل بود؟ بله دیگه، زندان به هر حال دوربین داره و مراقبت میشه دیگه. ولی خب ما به هر حال کم کم اینی که کی با کی صحبت بکنه، چجوری شکل بگیره. یادم هم مثلا یکی از این برنامه ها رو یک کسی داشت میرفت بیمارستان، تو کاغذ پیچیده بودن، این قرش کرده بودن، دادم به این زندانی که داشت میرفت بیمارستان. اینم رفته بود اونجا یه پرستاری رو دیده بود و گفت اینو داده بود. اون بنده خدا خودش هم جز چیزا نبود، کسی امضا کرده شد. اون بعد مثلا اونجا گفتم اینو برسونید به دست فلانی، اون فلانی بیرون گرفته بود و مثلا منتشر کرده. از این شکل بدویش شروع میشد تا بعدن که خب بالاخره راههای بهتری پیدا کرد. این در واقع اوایلش این چیز اعتراضی بود، تا بعدن که دیگه به یک کنش‌های سیاسی هم کشید، یعنی هر شاید که دیگه از دوره حبسمو گذشت به اتفاقاتی افتاد و به این کنش‌های سیاسی در واقع کمان که یعنی انگاری که ما بیرون هستیم این فعالیت‌ها کشید، هم از نظر بیانیه‌ها و اعلام موضع هم در فعالیت‌هایی که اونجا داشتیم. یک عده فعال انتخاباتی با دیدگاه‌های مختلف و اختلاف نظرهای حالا آشکاری که دارن همه با هم در زندان اوین جمع میشن بابت فعالیت انتخاباتی در سال 88. در سال 90 این افراد دور هم جمع میشن، همین که میگید انگار این اختلافا رو کنار گذاشتن، یک بیانیه‌ای رو از زندان میدن بیرون در رابطه با دعوت به تحریم جدی انتخابات مجلس نهم که در بهمن ماه 90 قراره برگزار بشه. حتی از عبارت تندی استفاده میکنین که یادآور فتوای تحریم تنباکوه. امضا کنندگان این نامه بخشیشون در نزدیکترین حلقه ها به رهبری اصلاحات یعنی آقای سید محمد خاتمی هستند و در روز انتخابات آقای محمد خاتمی توی انتخابات شرکت میکنه. اولا میخوام بدونم خبر چطور به شما رسید و احساس و واکنش شما راجع به رأی معروف دماوند آقای خاتمی چیه؟